شهرزاده اردلان، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز رادیو از لس آنجلس با ما همراهن. خب خانم اردلان، یکی از ویژگی‌های این اعتراضات پراکندگی اون هست و اینکه رهبری مشخصی نداره. خب این چقدر کار رو برای جمهوری اسلامی سخت کرد؟ در واقع از روز نخست این فعالیت خودجوش زندگی و کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار کرد، برای اینکه اصلا حدس نمی زدن که با چه قدرتی، با چه تداومی و با چه عشقی این فعالیت آغاز شده و همطور که می بینیم روز به روز هم داره گسترده تر میشه و در مناطق مختلف کشور از اصناف گوناگون دارن به دانشجویان، به شیرزنان ایران و به دیگر معترضان میپیوندند و این فعالیت نه فقط ما ایرانیان رو در هر جای دنیا که هستیم با هم در ارتباط و تفاهم و هماهنگی و یک رنگی قرار داده، بلکه تمام دنیا رو تحت تاثیر گذاشته، تکون داده و متوجه شرایط دشوار عزیزانمون در ایران کرده. خب خانم اردلان، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های دیروزش اعتراضات سراسری در ایران رو جنگ ترکیبی خونده که به گفته او ناکام مونده و کشورهای غربی از جمله آمریکا رو مقصر اعتراضات سراسری در ایران دونسته. ارزیابی شما از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی چیه؟ ببینید، در این حالی که دلم می‌خواد اینو یادآوری کنم که ما از همه‌گیری پندمی که بیماری کووید باید درسی گرفته باشیم که الان دنیا خیلی کوچکتر از اون چیزی شده که و مردمان به هم نزدیکتر شدن که قبلا ما بهش عادت داشتیم و همطور که یه بیماری میتونست در چین کنترل بشه و همه گیر نشه و 2 میلیون نفر رو بکشتن نده، اگر شرایط الان ایران باهاش برخورد درست نشه میتونه نه فقط برای خود عزیزان در ایران، بلکه برای منطقه و بلکه برای همه صلح جهان اثر منفی داشته باشه و اون چیزی که اونا دارن ادعا میکنن از موضع ترس و از ناباوری که خودشون هم نمیتونستن حدس بزنن نزدیک به 2 ماه پیش که چه در انتظارشون خواهد بود و چه قراره به سرشون بیاد. برای همین امیدوارم که به زودی زود این شرایط با یک هماهنگی درست از سازمان ملل، کمیسیونی که برای این کار مشخص میکنند، اقدام بکنه که از خونریزی و وحشیگری که داره در ایران با جوانها، با دانشجویانمون، با فرزندان، با بچه هامون برخورد میشه جلوش گرفته بشه. بسیار متشکرم از شما، شهرزاده اردلان، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز رادیو که از لس آنجلس با ما همراه بودید.